کمی وقتی کلار ججال بخواجو شد قیوم بوجدان امی فنایی سایب امی میگم مردم میفهمی مردم که میفهمی کن دابرو و عزت ما خوب بازی نکن بوجدان حشمت‌الله فنایی هنرپیشه تئاتر و سینمای افغانستان چشم از جهان هستی بست. سلام وقتتون بخیر به یکی دیگر از ویدیوهای کانال سحر تیوی خوش آمدید. از اون که تازه با ما پیوستم خواهش مندم چنل را سابسکرایب نموده جهت دیدن ویدیوهای تازه ما زنگوله آگاهی را نیز فشار دهید. حشمت‌الله فنایی هنرپیشه سابقه دار تئاتر و سینمای کشور چهارشنبه 14 جوزا در عمر 72 سالگی درگذشت. مسعود فنایی گرداننده تلویزیونی که پسر حشمت‌الله فنایی از خبر درگذشت پدرش را در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. بر اساس اطلاعات تایید ناشده گفته می شود که مرحوم حشمت‌الله فنایی در نتیجه ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باخته است. تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد درگذشت این هنرپیشه مشهور کشور در دست نیست. مسعود فنایی پسر حشمت‌الله فنایی میگوید که پدرش از چند بدین سو از بیماری شکر رنج می برد که امروز از اثر شکر بلند درگذشت. حشمت‌الله فنایی از 57 سال به این سو در فیلم‌های هنری و پارچه‌های تمثیلی نقش اجرا می‌کرد. حشمت فنایی دایرکتر هنرپیشه و ایجادگر خوب سینما و تئاتر و گاه‌گاه شعر هم می‌سراید. 4 بار ازدواج نموده است که از همسر اول و دوم ثمره ندارد و از همسر سوم صاحب 3 پسر و 3 دختر است. بعد از وفات همسرش بار 4 به عقد نکاح رفت و از او هم یک پسر دارد به نام سمی فنایی. حشمت فنایی در سال 1327 در ولایت کابل به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه حسن میاخیل ولسوالی خانابود ولایت کندز به پایان رساند. در همان لیسه به صفت مسئول بخش هنری انجام وظیفه می‌داد. اما بعد از فراغت در راه پرافتخار خدمت به وطن در صفوف نیروهای امنیتی مصروف وظیفه شد. در سال 1352 در ناشر ننداری کندز به صفت بازیگر و دایرکتر رسما شروع به فعالیت کرده و همزمان جهت فراگیری فن بازیگری به کشور شوروی سابق سفر کرد. در سال 1352 در ناشر ننداری کندز به صفت بازیگر و دایرکتر رسما شروع به فعالیت کرد. همزمان جهت فراگیری فن بازیگری به کشور شوروی سابق سفر کرد و در سال 1357 عضویت مؤسسه آریانا فیلم را به رهبری انجینیر لطیف کسب کرد. در سال 1371 بنابر تغییر رژیم با فامیل خود به کشور هندوستان مهاجر شد. در مهاجرت هم برای پر افتخار خود ادامه داد و به فعالیت خود در بسیاری از فیلم ها و سریال های ایندی مانند The Great Mato فیلم جیسی کیرانی نقش بازی کرد. در فیلم های افغانی که در آن سرزمین ساخته شد مانند شکست و رویا ساخته مرحوم حشمت‌الله رحیمی و بعد از 7 سال مهاجرت دوباره به کشور زیبای خود برگشت. و با مایوسیت از عرصه سینما و تئاتر دوباره مهاجر شد مثالی که حشمت فنایی به زبان خود اظهار داشت که دوران مهاجرت به کمک و پول کسی احتیاج نداشت و از توان بازوی خود کار میکرد و زحمت میکشید تا بالاخره در رادیو بی بی سی در نقش جبارخان در زندگی نو خانه نو به مسلک مقدس خود رو بخشید. بالاخره در سال 1380 به کشور بازگشت. از خاصیت های او کبر ندارد، زیاد حرف می زند ولی تکراری نه. با گفته خودش از هر نوع خوردنی لذت می برد بجز از قسم و مال مردم. بسیار سختگیر و جدی اما در امور کاری شوخ مزاج پایدار به دوستی و وفاداری به مسلک. جهان سپاس که تا آخرین ویدیو مرا همراه بودید. از دانی که تازه با ما پیوستن خواهش مندم چینل را سابسکرایب نموده جهت دیدن ویدیوهای تازه ما زنگوله آگاهی را نیز فشار دهید. اگر از ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک کرده و نظریات و پیشنهاداتتان را در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان بخیر. خیر باشه. چطور است شیره؟ بسیار عالی. مرام گنگ ساخته. تو بخیمی بسیار واس کو که کس نبیه؟ بچشم. چی وقت روانش میکنی؟
امروز صبح بخیالم تیو سمد آمده بود که در دیگه هفته میایه. ما این کارم هست خودم رسیده اون هفته پیشتر یک کوچه بردم به این پیادر ها معلوم هست شما نترسه. بیادر جای ترس هست میگن مردم پیاده میرن در ها تلف میشن میمورن. از این چیزایش بخار باش دکتر سه دیگه دعا کنه که در قرن دور راه خوره در قصهش هستی والا اصاب ما خراب میکنی مستری از او که در موقع موترمه بخور برادر من رفتم با سبان برو.